صنعت پولهای الکترونیکی از جمله بیت کوین تلاش می کند راهی برای برداشت آنها بدون استفاده از سوختهای فسیلی پیدا کند به نام ناطقی گزارش می دهد. مصرف بالای برق زنجیرهای کامپیوتری که در مزارع عظیم الکترونیکی کشت بیت کوین به حل معادلات پیچیده ریاضی مشغول هستند برای ایلان ماسک مبتکر تولید انبوه خودروی برقی دردسرساز ساز شده ایلان ماسک صاحب خودروسازی تسلا که با روی آوردن به سرمایه گذاری در بیت کوین به محبوبیت پول غیر متمرکز و غیر وابسته به دولت ها دامن زده حالا باید جوابگوی فعالان محیط زیست باشد که افزایش استخراج بیت کوین را سبب بالا رفتن شدید دیوکسید کربن در اتمسفر زمین میدانند. تحقیق مشترک دانشگاه کمبریج و سازمان بین‌المللی انرژی IEA نشان می‌دهد که در سطح فعلی کشت بیت کوین در جهان معادل مصرف سال 2019 برق کشور هلند سوخت به کار می‌برد. تحقیق دیگری توسط نشریه جول آکیس که استخراج بیت کوین سالانه 22 میلیون تن دی اکسید کربن به اتمسفر زمین اضافه می کند یعنی چیزی معادل جمع دی اکسید کربن تولید کشورهای اردن و سریلانکا در سال 2019 مدیر کل اسموسیس یک شرکت سرمایه گذاری پاک با دو میلیارد و دویست میلیون دلار سرمایه و از جمله سهامداران تسلا در مصاحبه با خبرگزاری رویترز میگوید تسلا باید دیوکسید کربن ناشی از استخراج بیت کوین را به گزارش تاثیر محیط زیستی فعالیت خود اضافه کند از سوی دیگر فعالان صنعت پولهای مجازی در تلاش هستند راههایی برای کاهش از لطمات محیط زیستی استخراج آنها پیدا کنند مثلا ایلان ماسک اخیرا در یک اقدام جداگانه 100 میلیون دلار در یک تکنولوژی جدید که دیوکسید کربن را از هوا و اقیانوس ها بیرون میکشد سرمایه گذاری کرد رویترز با اشاره به سرمایه گذاری هایی که از جمله در کانادا و سیبری انجام شده می ورود شرکت بزرگ به بازار بیت کوین می ظهور بیت کوین سبز را که در استخراج و آن از انرژی پاک و غیر آلاینده استفاده می شود سرعت بخشد